سلام و وقت بخیر با بخش دوم آخر خط خوش آمدید. گفتگوهای صلح حکومت افغانستان از فرصت‌های داخلی تا چالش‌های بیرونی با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تلاش‌های زیاده از سوی رهبران این حکومت برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان راه اندازی شده است. اینکه آیا این تلاش‌ها نتیجه مثبت برای آوردن صلح در افغانستان در پی داشت یا خیر با گذشت زمان ثابت خواهد شد. مهمترین پرسش در این راستا اما این است که آیا زمینه ها و بستر درونی و توافق نظر در سطح رهبران و افکار عمومی مردم افغانستان روی چگونگی میکانیزم رسیدن به صلح وجود دارد یا خیر؟ با تازگی وزیر داخله افغانستان گفته است که برای تامین صلح پایدار در کشور باید پایه های مصالحه در داخل نظام تقویه گردد. نورالحق علومی وزیر داخله کشور یکی از راه های رسیدن به صلح پایدار در کشور را حل اختلافات و ایجاد وحدت میان اقشار مختلف افغانستان و افراد میداند که در داخل نظام فعالیت دارند. در همین حال احمدزیان مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به تازگی گفته است که هیچ اختلاف نظر میان طالبان و مقامات افغان در خصوص گفتگوهای صلح وجود ندارد. با این همه روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از قول مقامات آن کشور گزارش داده است که در چند روز آینده گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز خواهد شد. از سوی دیگر مسئله مذاکره صلح با طالبان و پادرمیانی پاکستان نگرانی های زیادی را میان مقامات سابق حکومت افغانستان به وجود آورده است که از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین تا برخی رهبران جهادی و رؤسای مجلسین شورای ملی از عدم همکاری صادقانه پاکستان و بازی دوگانه آن در این راستا به رئیس جمهور غنی هشدار میدهند. روی همه این موضوعات به حضور آقایان عبدالولی نیازی عضو مجلس نمایندگان و دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه در این برنامه آخر خط بحث می‌نماییم. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. آقای نیازی اجازه بدید در اولین فرصت با شما شروع کنیم. به هر حال شما از تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای آوردن صلح در افغانستان آگاه هستین و در جریان هم هستین. تلاش‌های بیرونی و داخلی به شدت جریان دارد تا طالبان وادار شوند که با میز مذاکره با حکومت وحدت ملی بنشینند. واقعا این تلاش ها چگونه ارزیابی میکنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مهمان عزیز جناب دکتر صاحب جمعی بیننده‌های عزیز تلویزیون سلام بعد میرسانم. ببینین صلح یک واژه بسیار مقدس هم در منطق اسلام و هم در همه منطق کسانی که در دنیا امروز زندگی میکنه هست. ما هم میگیم صلح یک ضرورت است و کسان دیگری هم که علیه ما هستند اونا هم به شکل از اشکال میگن که صلح یک ضرورت است. اما اینکه چگونه صلح را مردم افغانستان میخواهند در شرایط فعلی افغانستان از کجا باید آغاز شود، این یک چیزی است که باید سرش مکس شود و بحث صورت بگیرد. شما ببینید افغانستان یکی از کشورهایی است که نه جنگ افغانستان به دست مردم افغانستان است و نه صلح افغانستان به دست مردم افغانستان است. در کشوری که هر دو طرف قضیه، هم ما که در دولت افغانستان زندگی میکنیم و مردم افغانستان هستیم، هم مخالفین دولت افغانستان که طالبا و بعد از این پدیده جدید به نام داعش هست و هم اونها، هر دو پشتیوانه های خارجی و به شکل پشتیوانه های حتی بین المللی دارند. در چنین شرایطی صلح با چنین وضعیتی را که رئیس جمهور افغانستان پیش گرفته کمتر آدم میدانه سرش باور کنه، چون میدانیم میکانیزمی که برای صلح در یک کشوری جنگ زده مثل افغانستان در نظر گرفته میشه باید یک میکانیزم ملی باشه، یک میکانیزمی باشه که همه مردم افغانستان خبر شوند که صلح با چی معیار آغاز میشه، از کجا آغاز میشه، با چی شیوه های آغاز میشه، ما چی میخواهیم، مردم افغانستان چی میخواهند، حکومت افغانستان چی میخواهد، طالب چی میخواهد و داعش که حالی بعد از این جای طالب قرار است بگیره چی میخواهد. یعنی میخواهیم بگوییم که حکومت وحدت ملی تالا تمامی تلاش هایی که وجود داره و تمامی تلاش هایی که سوی حکومت وحدت ملی جریان پیدا کرده بدون داشتن یک برنامه بوده؟ نمیره، میخواهم با یک مقدمه کوتاه عرض کنم. شما ببینید در موضوع صلحی که امروز صدایش گرم است، از غیر رئیس جمهور افغانستان نفر دوم افغانستان تا آخرین نفر در افغانستان بی باور است، به شکل از اشکال انتقاد میکنند. شما ببینید مردم افغانستان امروز نمیدانند که این گلمه که برای صلح هموار میشه از کجا
کار برای سال شروع میشه و چگونه هموار میشه. پارلمان افغانستان هنوز نمیدانند که رئیس جمهوری افغانستان در برابر چه قیمت و امتیازی در شرایط فعلی با پاکستان و با طالب میخواهد صلح بکنه. شما ببینید هر صلحی که قیمتش بالاتر از قیمت جنگ در افغانستان باشه به خیر مردم افغانستان نیست. ما که در آغاز گفتم جنگ در افغانستان به دست ما نیست و صلح هم به دست ما نیست. شما میدانید که رئیس جمهوری افغانستان، رئیس جمهوری قبلی افغانستان، هدفم رئیس جمهور کرزی، سالها صدا کرد که جنگ زیر پای پاکستان و امریکاست و این امریکاست که جنگ در افغانستان نگاه میکنه، پاکستان است که جنگ در افغانستان نگاه میکنه. هدف رئیس جمهوری افغانستان، رئیس جمهوری گذشته افغانستان، رئیس جمهوری سابق افغانستان این بود که میخواست تجربه ای را که با خارجی ها داره در افغانستان برای مردم بدانونه و نشان بده که پاکستانی ها در آوردن صلح برای افغانستان صادق نیست. اما امروز که پاکستانی ها آماده شدن این صلح قبول بکنن و گویا طالبا را آماده بکنن که با حکومت افغانستان صلح بکنه، شما که رسانه هاستین هنوز نمیفهمین، ما که اعضای پارلمانیم هنوز نمیفهمیم، مردم افغانستان هنوز نمیفهمه که رئیس جمهوری افغانستان در برابر این صلح چی کارهایی را کرده که پاکستان و کشور همسایه ما بپذیره که باید برای افغانستان سال و اگر باور شخصی دانه با ما شریک بسازین، فکر میکنید که چی حرف حدیثایی در پس پرده وجود داشته که حالا پاکستان حاضر شدن طالبا را به میز مذاکره با حکومت وحدت ملی بکشاند؟ چند موضوع را باور میکنم من حیث یک افغان که پیش بین هستم. یکی است که پاکستانی ها میخواهند با این موضوعی که در نظر گرفتن با موضوع سال، چون همیشه فشار جامعه بین المللی بالای پاکستان بر این بوده که لانه های اصلی تروریسم و القاعده در پاکستان است و جنگ از اونجا بالای مردم افغانستان تامل میشه و این صدا را سالها مردم افغانستان و حکومت افغانستان هم بلند کرده و جامعه بین المللی هم میدانه. با آوردن چند تا چوره مطرح طالب در میز مذاکره و گفتگو با حکومت افغانستان میخواهند نشان بدن که گویا پاکستانی ها صادقند در این موضوع. او کرزی بود که با کرزی موافقه نداشتن و امروز با آقای غنی موافقن که صلح بیارن، ولی در پهلوی ازی و بعد نشان بدن هر کس اگر برایشان انتقاد بکنه پاکستانی ها برشان بگوین که برادر ما در صلح کمک کردیم، اما امروز در افغانستان داعش می جنگه به جای طالب، بیرق سفید به سیاه تبدیل شده، چراهای باز به چراهای بسته تبدیل شده، این داعش است و داعش اون خلیفه شان در کجا و کجا چیزی هم ممکن است که پروژه طالب تمام شود و گروه دیگری به نام داعش در افغانستان جنگ ادامه بدن. شما تجربه ای را دارین، شما تجربه ای را دارین و مردم افغانستان تجربه را داره که پاکستانی ها در کشمکش های داخل افغانستان در جنگ ها در طی چند دهه به اشکال مختلف از هر گروه، از هر تیم، از هر نام استفاده کردن تا روزی که تانستن، اما روزی که نتانستن استفاده کنن جامعه بدل کردن و برای بدامنی به افغانستان کار کردن. بسیار تشکر آقای نیازی. آقای دکتر بین به این پرسش هایی که از آقای نیازی داشتم شما هم پاسخ بدین. اولی که یکی از دلایلی که تلاش های آقای کرزی در زمان حکومت داریش برای آوردن صلح در افغانستان نتیجه نداد به باور اکثریت کارشناسا نبود یک برنامه منظم و میکانیزم درست برای رسیدن به صلح در افغانستان بوده. اولی که آیا فکر میکنید که حکومت وحدت ملی هم تا حالا او برنامه ای را که آقای نیازی از او یاد کرد در دست نداره و بدون داشتن یک برنامه تمامی هیاهویی که برای آوردن صلح در سطح منطقه و جهان و داخل راه اندازی شده همه بدون یک برنامه بوده؟ در کنار از او آنچه که آقای نیازی گفت پاکستان در چند سال با تمامی خواستایی که آقای کرزی از او داشت برای آوردن صلح در افغانستان رضایت نشان نداد، چی شد که برای حکومت وحدت ملی حالا اینقدر جدی بحث صلح مطرح میکنه و همواره تاکید میکنه که برای آوردن صلح در افغانستان حکومت جدید کمک میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان گرانقدر جناب وکیل صاحب و بینندگان محترم تلویزیون نور. من فکر میکنم که استراتژی پاکستان نسبت به دولت افغانستان در حال حاضر هم تغییرات گسترده نداشته، اما بیشتر علاقمندی از سوی دولت وحدت ملی یا به تعبیر دقیق‌تر حکومت وحدت ملی مطمح نظر قرار گرفته. اما مسئله اساسی اینجاست که در واقع مردم افغانستان نگران هست از آنچه که در حال اتفاق افتادن است. پرسش اصلی است که
چی امتیازی به دولت پاکستان داده شده که اونا با توجه به نگاه های عمق استراتژیکی که نسبت به افغانستان داشته تغییری در سیاست خارجی خود نسبت به افغانستان ولو به صورت ظاهری و سطحی و روزمره به وجود آورده؟ و شما فکر میکنید چی امتیازی داده شده؟ من فکر میکنم که در ارتباط شاید داوری زود باشه، به خاطر اینکه هنوز اسناد متقن حقوقی وجود نداره. تنها میشه در واقع حدس را مورد توجه دقت نظر قرار داد که با توجه به اینکه بناس یک بحث علمی صورت بگیره، من فکر میکنم که شاید و حدسات به صورت مطلوب قابل تصور نباشه. اما آنچه که در راستای تامین صلح در افغانستان به عنوان چالش و نگرانی در حال حاضر مطرح میباشه، من فکر میکنم داره یک اجماع ملی را در بر میگیره. ببینید، رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای کابینه قبلی با این روند در واقع مخالفت کردند و حتی مصاحبه اخیری که آقای کرزی با گاردین داشته تصریح کرده که پاکستان میخواد کنترل سیاست خارجی افغانستان در اختیار خود بگیره و همچنین در واقع بخشی از حکومت وحدت ملی و رهبران جهادی افغانستان از این روند به صورت غیر شفاف اظهار نگرانی کرده و در واقع تصریح کردند که صلح باید با یک سازوکار شفاف و به گونه ای که شهروندان افغانستان از این روند آگاهی داشته باشد دنبال شود. بنابراین اینا همه نگرانی ها هستند، اونطور که اشاره شد هر دو مجلس افغانستان هم اظهار نگرانی کرده. پس به ترتیب وقتی که جامعه مدنی در واقع فعالان نهادهای زنان و همچنین در واقع مجلس نمایندگان، مجلس سنا و در مجموع نخبگان سیاسی و فکری افغانستان از این روند آگاهی لازم نداره، پرسش های بسیار جدی مطرح میشه که آیا این صلح بدون پشتوانه افکار عمومی میتونه به یک نتیجه مثبت دست پیدا کنه؟ صداقت پاکستان هم صحبت بکنین، بین کمی واضح تر صحبت بکنین با توجه به وضعیت شکننده ای که در افغانستان وجود داره و خواستایی که گفته میشد پاکستان همواره برای آوردن ثبات در افغانستان از حکومت گذشته افغانستان داشته است، همه بر همه واضح و روشن است. آیا میشه بر صداقت پاکستان دامت یک وضعیت باور داشت و نگران این نباید باشیم که سیاست خارجی افغانستان توسط پاکستانی ها کنترل شود؟ بس مسئله مرزی دیورند باید با خواست پاکستانی ها رقم بخوره، در کنار از او یکی از خواست های عمده اونا که همواره گفته میشد سهم داشتن در منابع طبیعی افغانستان، آیا نگران این مسائل باید باشیم یا خیر؟ ببینید، خب شما بار دیگه سوال مطرح کردین که با توجه به سوال قبلی شما هم من اشاره داشته باشم. مطالبات پاکستانی ها همیشه از افغانستان چند محور بوده. یکی کاهش نقش و نفوذ هند در افغانستان و دوم کنترل بر سیاست خارجی افغانستان و سوم نفوذ در اردوی ملی افغانستان، یعنی باید افسران اردوی ملی افغانستان در پاکستان مطابق داده های بنیادگرایانه و متمایل به پاکستان آموزش ببینه و اینا به عنوان یک ابزار همیشه در کنترل پاکستان باشه، چون اونا به این درک دست پیدا کرده که در افغانستان همیشه جنرالا و کودتاهایی که صورت گرفته نقش کلیدی داشته. بنابراین در چنین کشوری اونا تلاش میکنه که نفوذ خود را در بخشای اطلاعاتی و امنیتی افغانستان همیشه داشته باشه و همچنین بحث هیدروپولیتیک یا منابع آبی افغانستان همیشه مطمح نظر پاکستانی ها بوده و موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان با توجه به نگاه عمق استراتژیکی که پاکستان نسبت به افغانستان داشته، اینا محورهای عمده در واقع سیاست خارجی پاکستان نسبت به افغانستان بوده. به همین جهت است که در حال حاضر این پرسش ها به صورت جدی مطرح است که آیا در این چند محور معامله صورت گرفته با پاکستانی ها چه امتیازاتی داده شده؟ و همینجا من پیشتر اشاره کردم که چون سند واضح وجود نداره ما نمیتونیم این محور ها مورد توجه قرار بدیم، اما خواست های تاریخی پاکستانی ها به خصوص ISI و جنرالان پاکستانی در طول تاریخ امین نقطه ها بوده و برای ای که این خواسته های خود بهش دست پیدا بکنه حتی تا سرحد تجاوز را ما شاهد بودیم که ملیشای پاکستانی با مخالفان در واقع دولت افغانستان می جنگیدن. بنابراین در حال حاضر من فکر میکنم که این نگرانی ها همچنان به صورت مشروع نزد مردم افغانستان وجود داره و امید میره که دولت وحدت ملی در ارتباط پاسخ قانع کننده و شفاف را برای شهروندان افغانستان ارائه کنه. بنابراین من فکر میکنم که نگرانی ها همچنان وجود داره، ولی بستگی به این داره که آیا
افغانستان میتونه در ارتباط با یک سازوکار عقلانی و خردمندانه مبتنی بر منافع ملی تصمیم گیری و تصمیم سازی بکنه یا خیر؟ و این را به باور من گذر زمان پاسخ خواهد داد. بسیار تشکر آقای دکتر. آقای نیازی، یک بحث دیگه هم که در داخل افغانستان وجود داره، بحث وجود اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی و مقامات بلندرتبه برای چگونگی آغاز مذاکرات صلح است. چقدر باور دارین که حکومت وحدت ملی تا الان نتونسته یک اجماع ملی را برای آوردن صلح در افغانستان شکل بده و افکار تمامی جریان‌های دخیل در قضایای افغانستان گرد هم بیاره و بعد از اون بره به دنبال ای که از کشورهای متعدد خواستاری شود که در پروسه صلح میانجیگری بکنه و حکومت جدید کمک بکنه؟ ببینین، نباید صلح در افغانستان اپراتیفی شود، مثل کارهایی که پروژه‌ای که بالای کارهای اپراتیفی حکومت افغانستان میکنه. شما میدانید که دکتر عبدالله بارها صدا کرد و کسای دیگری هم، پارلمان افغانستانی صدا را کرد، رئیس جمهوری اسبق افغانستانی صدا را کرد، آقای سیاف رئیس مجلس سنا و امثالی از این جامعه مدنی و هر کس به نوبه خود این صدا را کردن و ما جناب دکتر سیامی صدا را من حیث شهروند افغانستان میکنیم که حکومت افغانستان نباید در پشت درهای بسته بالای آژندای صلح با طرف مقابل صحبت کنه. به همین منظور هیچ کسی در افغانستان تا هنوز نمیدانه که آقای رئیس جمهور غنی چی معیارهایی را روی دست گرفته. خب اگر رد کرده، آنچه که ما میدانیم، شما میدانین، جامعه مدنی میدانه، مردم افغانستان میدانه، کابینه افغانستان میدانه، پارلمان افغانستان میدانه، همیست. این که آقای غنی میپذیره نمیپذیره و مربوطی از اوست. شما ببینین، پرویز مشرف گفت که ما دلیلی که آقای کرزی برای حکومت کردن آرام نماندیم این بود که علیه منافع ما با هند همکاری نزدیک داشت، قسمی که دکتر صاحب گفتن. اگر منافع ملی در افغانستان تعریف شده نیست، در کشورهای دیگر منافع ملی تعریف شده هست. منافع ملی پاکستان مثل منافع ملی ما نیست که هر کس به نفع خود تعریف کنه. منافع ملی هند مثل منافع ملی ما نیست، در کشورهای دیگر منافع ملی برای خود تعریف داره. اما در کشور ما منافع ملی به نفع هر کس در شرایط و زمان و وقت خاص تعریفش تغییر میکنه متاسفانه. اگر رئیس جمهور افغانستان، هم قسمی که استاد گفتن که واقعا آل قضاوت وقت است، اگر رئیس جمهور افغانستان همه داشته های و دستاورده های 13 سال در دوران حکومت کرزی و قبل از او در دوران مجاهدین و کسایی که در کشور زحمت کشیدن را برای پاکستانی ها چراغ سرخ نشان نداده باشه که گویا چیزی از این چیزها را تیر میشه، چطور میتونه زن افغانستان قانع بسازه که طالب با او شلاق میآید؟ چطور میتونه مرد افغانستان قانع بسازه که دیگه دروازه های مکاتب بسته شود؟ چطور میتونه وارثین اینقدر مردمی که به خاک و خون کشیده شده، این وارثین شهدایی که در طی 13 سال حکومت پاکستان و طالبان در مساجد انتحار کردند، در منبر انتحار کردند، در پارک تفریحی انتحار کردند، هزارها را کشتند، چطور میتونه رئیس جمهور غرین را قانع بسازه؟ به او خاطر من میگم که باید آژندای صلح در پیش روی مردم افغانستان از طریق رسانه‌ها انداخته شود. پارلمان افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، مردم افغانستان، کابینه افغانستان و حکومت ائتلافی افغانستان که آقای دکتر عبدالله و آقای غنی هستند، همه با هم یک اجماع را تشکیل بدن و بعد اعلان کنند که ما صلح در برابر اینه ای چیزها قبول داریم. در صلح همو کجلا و کجدا و از دیگه چیزی میتی و چیزی را میگیری. همون چیزی را که ما میتیم چیست و همون چیزی را که ما میگیریم چیست؟ آقای نیازی، در تازه ترین مورد وزیر داخلی افغانستان گفته که برای تامین صلح پایدار در کشور باید پایه‌های مصالحت در داخل نظام تقویت شود. واقعا احساس میکنید که در داخل نظام اختلافات بر سر چگونگی آغاز مذاکرات صلح وجود دارد که وزیر داخلی نگران است؟ ببینید، شما باورشان این است که قبل از آغاز گفتگوها باید باور در درون نظام تقویت شود؟ شما میالی ببینید، در محافل سیاسی که ما کمنیم و یگان جا برابر میشیم میباشیم، در محافل سیاسی مشکلات حکومت رئیس جمهور غنی و حکومت فعلی ما بالاتر، چند بالاتر و کلانتر است از مشکلی که رئیس جمهوری قبلی افغانستان و حکومت قبلی افغانستان داشت. چه مشکلاتی؟ شما ببینین، اینا هنوز موفق نمیشوند کابینه خود بسازند. شما در کشوری زندگی میکنین که در یک سال حکومتش کابینه ساخته نمیتونه، والیایش سرپرست میباشه، قماندانایش سرپرست میباشه،
چور به شکل گستردهش امیال در حکومت افغانستان ادامه داره. مرحله داشت سازی پاکستان و کشورهای منطقه و امریکا در افغانستان فوق‌العاده آغاز شده که امیال شما میبینین 31 نفر به جرم ازاره بودن در افغانستان از موتر پایین میشه. اگر موضوع دشمنی داعش و افغانستان است، چرا یک موتر در یک موتری که ما هم هستم شما هم هستین، من به جرم ازاره بودن پایین میشم به جای نامعلوم برده میشم، شما که هزاره نیستین، شما را کس کار نداره. همه این چیزها میرسونه که هنوز در افغانستان مسائل قومی در داخل حکومت، مسائل عدم توافق بالای وزرا، عدم توافق بالای آجندایی که بعد برای مردم افغانستان کارا باشه برای سال وجود داره و هنوز اینا نتونستن برای خود قانع بسازن. شما ندیدین دکتر عبدالله گفت من هر ساله که قیمتش بالاتر از حد جنگ باشه رو برای مردم افغانستان نمیخوام. من همیره میگم که هر ساله که پیامدش جنگ باشه برای ما به کار نیست. ما ساله را میخواهیم که جنگ ختم شوه. اگر نه سال به شیوه قبلیش باشه، اما قسمی که هر روز ما کسایی را میخواستیم ببینیم در جاهای هر طالبی که در پاکستان میخواست با ما سال بکنه، شما میدیدین که اولش که اجازه صحبت برش داده نمیشد، اگر اجازه هم داده میشد اونا رو پیشکاریش میکردن که میآوردن، هیچ توان صحبت نداشتن. شما سران طالبان، سرکرده های طالبان، کسایی که در طالبان مطرحند که نامایشون نمیخوایم زیاد بگیریم، اونها باید وارد مرحله گفتگو شوند. یک، ما چند چیز در صلح در افغانستان نیازمند هستیم. صداقت طالب، پاکستان و امریکا در یک طرف قضیه، صداقت حکومت وحدت ملی در یک طرف قضیه میتونه که افغانستان رو به طرف سال ببره. و او صداقت از کجا آغاز میشه؟ او صداقت وقتی آغاز میشه که رئیس جمهوری افغانستان هر چیزی را که برای پاکستان و آمریکا وعده داده برای مردم افغانستان بده، بگو مطابق با اینه معیارها دیگه میخوایم جنگ بس است، ما اینه ای چیزا به طالب میتیم و اینه ای چیزا از طالب و پاکستان میخوایم. و آمریکا هم منیس یک کشوری که امروز داعش میسازه، فردا القاعده میسازه، روز دیگه طالب میسازه و هر روز جنگ در افغانستان دوام میده. من حیث یک کشوری که جنگ در دنیای امروز توسط امریکا رهبری میشه، اونها هم صداقتشان نشان بدن و ما باور کنیم که با امریکایی‌ها با همه منافعی که در منطقه دارن میخوان صلح بکنن. شما ببینین صلح در افغانستان چی فایده هایی برای امریکا داره؟ امریکایی که میخواه چین جلوگیری بکنه از رسیدن به یک قدرت کلان، امریکایی که میخواه ایران جلوگیری بکنه، اجازه بدین که این موضوع رو مطرح کنم، امریکایی که میخواه ایران جلوگیری بکنه و یک سال بعد امریکا امو حزبی که علی ایران میخواست جنگ آغاز بکنه، شاید او حزب بیا بالای قدرت امریکا. و امریکایی که منافع استراتژیک داره در این منطقه، علی چین داره، علی کشورهای دوروبر افغانستان داره، کشورهایی که دعوای اصل داره، اگر چنین موضوعاتی را امریکا قبول بکنه که واقعا دیگه نمیخواه با همه این منافعی را که داره نمیخواه جنگ در افغانستان دوام بکنه، درست است، غیر از اون صلح آرزوی باقی نیست. آقای دکتر، حالا آنچه که آقای نیازی گفت، اختلافات خیلی شدید میان رهبران و حکومت وحدت ملی و مقامات بلند رتبه در این نظام وجود داره. گروه های دخیل هر از گاهی هشدار میده، اما با دازی که حرف حدیث های پنهان بوند چشم مردم، رئیس جمهور هم به شدت گفته میشه که تلاش داره که گفتگو آغاز شود، در حالی که اجماع کلی و ملی در درون نظام حکومت وحدت ملی شکل نگرفته. اینجا بعضی آن نگران هستند از چگونگی آغاز گفتگو. رئیسای هر دو مجلس میان از ابهامات در این روند صحبت میکنند، سران جهادی هر از گاهی تهدید میکنند که مبادا اینجا حرفای وجود داشته باشه که از نظر رهبرای جهادی پنهان بمانند. واقعا روند سال نتیجه خواهد داد با توجه به تمامی حرف حدیث هایی که وجود داره؟ ببینید، نگرانی جدی همیست که در واقع سال اگر نتانه پشتوانی افکار عمومی را با خود داشته باشه و اجماع ملی در روند سال شکل نگیره، رئیس جمهور افغانستان نمیتونه صلح به وجود بیاره و نه از نظر روانهای دموکراتیکی حق میتونه داشته باشه. ببینید، چون در نظامهای دموکراتیک افکار عمومی و خرد جمعی هست که میتونه در روند تصمیم گیری ها مشروعیت ایجاد بکنه. و همینجا اگر کوتاه اشاره بکنین که تا حالا رهبر حکومت وحدت ملی آقای غنی افکار عمومی را جدی گرفته؟ من فکر میکنم که او زمان گذشته که ما نظام‌های خودکامه و استبدادی را بخوایم به عنوان مقدرات سیاسی یک جامعه مورد توجه دقت نظر قرار بدیم، به این جهت است که اصولا دولت وحدت ملی مبنایش یک توافق سیاسی هست
و بنابراین هر نوع گسست در این دولت میتونه این دولت با چالش های زیاد مواجه بسازه. همونطور که جناب وکیل صاحب اشاره فرمودن هنوز کابینه تکمیل نشده و هنوز مشکلات عدیده فرارای دولت وحدت ملی وجود داره. بنابراین ما شاهد این بودیم که در سالگرد رحلت مارشال فهیم بسیاری از رهبران جهادی از روند غیر شفاف انتقاد کردند و همچنین دکتر صاحب عبدالله با عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تصریح کرد که اگر کسی دنبال امتیاز خواهی باشه ما او امتیاز به اونا اعطا نمیکنیم. بنابراین با عنوان یک شهروند عادی اگر کسی میخواهد در جامعه به صورت مسالمت آمیز با پذیرفتن قانون اساسی افغانستان و معیارهای دموکراسی جوان افغانستان زندگی بکنه میتونه زندگی بکنه، اما اگر بنا باشه که صلح به این منظور مورد توجه قرار بگیره که دستاوردهای 13 ساله مردم افغانستان قربانی شود و استقلال سیاسی افغانستان مخدوش شود و کشور خاص کنترل افغانستان در اختیار خود داشته باشه، من فکر میکنم که مردم افغانستان با اجماع نظر چون این صلح را رد خواهد کرد و کسانی که این صلح را بخواهد به یک نفع بر مردم افغانستان تحمیل بکنه، من فکر میکنم که در تاریخ افغانستان قطعا داوری درستی نسبت به او قرار خواهد گرفت که ما میتونیم او را یکی از پدیده های منفی تاریخ تحولات سیاسی معاصر افغانستان ارزیابی کنیم. بنابراین من فکر میکنم که در حال حاضر نگرانی است که مبادا صلح افغانستان به یک جای منجر شود که یک آلترناتیف ساختاری مناسب برای پروژه ختم شده طالبان در نظر گرفته شود. یعنی پاکستانی ها از یک طرف آقای متوکل و عبدالسلام ضعیف که در کابل زندگی میکنه وارد بدنه قدرت بسازه، اما بخش اصلی و بدنه اصلی طالبان همچنان وارد جنگ با دولت افغانستان باشه یا با نام طالبان یا از طریق پیوستن به گروه تروریستی داعش. این نگرانی وجود داره که بار دیگه پاکستانی ها ما را همچنان تحت فشار قرار بده. بنابراین ما نباید فراموش بکنیم که تاریخ روابط خارجی افغانستان با پاکستان همیشه پرمعما، پرتنش و همراه با نگاه سلطه‌گرایانه و ملیتاریستی جنرالان پاکستانی نسبت به افغانستان بوده. اگر نبودن فرماندهان جهاد و مقاومت افغانستان، امروز بخش‌هایی از سرزمین افغانستان در کنترل پاکستانی‌ها بود. بنابراین این داده‌های تاریخی به ما یک نکته را بازگو می‌کنه که دولت افغانستان در روابط خارجی خود با پاکستان و در نگاه صلح‌آمیز خود کاملا باید محتاط باشه، باید اجماع نظر نخبگان سیاسی افغانستان و شهروندان افغانستان کسب بکنه. در غیر این صورت ممکن است این روند بر رادیکالیزه شدن جریان حاکم در افغانستان منجر شود که دیگر مردم افغانستان یک جریان رادیکال را در حکومت افغانستان قبول نخواهد کرد و این نمیتواند سرنوشت سیاسی افغانستان رقم بزنه. و شما مخالفی باور هستیم که پاکستانی ها به این باور رسیدن که تروریسم و حمایتش در منطقه نمیتونه به سود پاکستان باشه و ظهور و گسترش داعش در منطقه میتونه تهدید خیلی بزرگ به پاکستانی ها باشه؟ پاکستان پر از سامانه های نیرومند افرادگرایی است. پاکستان همیشه از تروریسم و از افرادگرایی به عنوان یک ابزار، اما در چند پیش پس از اینکه یکی از مکاتب نظامی پاکستان مورد حمله قرار گرفت سوی این گروه ها چندین مدرسه را پاکستان در مناطق قبایلی مسدود کرد فعالیتش. ببینید در این که پاکستان یک بازی جدیدی را شروع کرده و تا حدودی در دکترین سیاست خارجی خود تغییر ایجاد کرده تردید وجود نداره، اما مسئله اساسی اینجاست که اهداف استراتژیک پاکستان نسبت به افغانستان درش تغییر ایجاد نشده، یعنی ابزار در واقع درش تغییر ایجاد شده و رویه های پاکستانی ها از اینکه از چی سازوکار و مکانیزمی به او اهداف سیاست خارجی خود دست پیدا بکنه درش تغییر ایجاد شده، اما اهداف سیاست خارجی پاکستان با برجاست. شما میخواییم که رهبران حکومت وحدت ملی هم ظرفیت درک این بازی جدید پاکستان تا حالا نداشتن؟ باور من است که تا حال را قرائن و شواهد نشان میده که عقلانیت، هوشمندی و زیرکی سیاسی تا حدودی در رهبران دولت وحدت ملی مشاهده پذیر نیست و اگر این روند تداوم پیدا بکنه من فکر میکنم قربانی منافع ملی افغانستان خواهد بود. اما اگر ما گامهای استوار و احتیاط آمیز برداریم و در این زمان تلاش بکنیم که دیدگاه های کسانی که رابطه تعامل گسترده با پاکستان داشته اینا را هم مطمئن نظر قرار بدیم و در نهایت با یک برنامه ریزی که خرد جمعی مردم افغانستان با خود داشته باشه این روند به پیش ببریم، ما میتونیم در نهایت از بسیاری آسیب ها و
چالش هایی که فرارای صلح افغانستان وجود داره جلوگیری به عمل بیاریم. در غیر او صورت احتمال کنترل پاکستان بر سیاست گذاری افغانستان همچنان وجود داره و من فکر میکنم که این میتونه هزینه های زیاد را طی سال های آینده برای مردم افغانستان تحمیل بکنه. چون ببینید علت اساسی است که ما باید به امنیت و صلح پایدار دست پیدا بکنیم. اگر قرار هست که طالبان جای خود را به گروه تروریستی داعش بده و در واقع نهایت پرچم درش تغییر ایجاد شوه، در نهایت صلح پایدار در افغانستان شکل نمیگیره و تنها در پشت نقاب ها در واقع یک سیاست گذاران و طراحان و مهندسان جدید قرار میگیره که میتونه بحث امنیت افغانستان همچنان تحت تاثیر بگیره. بسیار تشکر آقای دکتر. آقای نیازی، یک پرسش خیلی عمده را خودتان مطرح کردین. حالا طالبا در زمانی که فعلا هم چنین چیز جریان داره در برابر حکومت افغانستان، در برابر حکومت گذشته افغانستان و حکومت وحدت ملی می جنگن، هزاران فرد ملکی دری حملات که ناانجام دادن کشته شدن، مکاتب با آتش کشیدن، مساجد با آتش کشیدن و هزاران جنایت دیگر که صورت گرفت از سوی گروه به نام طالبان در همین کشور صورت گرفت. حالا که حکومت وحدت ملی میخواد با اینا صلح بکنه، واقعا پاسخ حکومت وحدت ملی به خانواده هایی که قربانی دادن در ایران چی باید باشه؟ ما به این تعجب میکنم که چطور دنیا برای آقای اشرف غنی به عنوان مغز متفکر دوم دنیا خطاب کرد، چون از خاندان آقای غنی توسط طالبان تا حال کس کشته نشده. بینن دردی او کسایی را که فامیلوار توسط طالبا به شهادت رسیدن را رئیس جمهور غنی نمیدانه. کشوری که هر روز بم روان میکنه، انتحاری و انفجار و مسخرگی هایی که در افغانستان میشه توسط پاکستان صورت میگیره، اینها نظامی روان میکنن به اونجا، عسکر روان میکنن که تربیه شو بیا و برای افغانستان کمک کنه. این ما از رئیس جمهور افغانستان میپرسم که با کدام اعتماد در شرایطی که با پاکستان ما جنگ داریم و پاکستانی ها هر روز ما را به ماتم میشانه، چطور جرأت کرده افسرهای افغانستان را به او کشوری مثل پاکستان روان میکنه تا باز اونا تعلیم و تربیه شوانو بیان؟ من باورم ایست که اگر رئیس جمهوری افغانستان در کشوری که حد اقل 14 جنگ به شدت ادامه داشته و در این 14 جنگ پاکستان یک طرف قضیه در مسائل جنگ با افغانستان بوده، حد اقل آجندای مناسبی به حال صلح برای مردم افغانستان را در نظر نگیرم، چیزی را که پیشتر گفتم، و مردم افغانستان، هم پارلمان افغانستان، هم حکومت افغانستان، جامعه مدنی و تمام مردم افغانستان در جمع خود به این آجندا ملا نسازند، آنچه که ما باید بکنیم و برای آینده افغانستان به کار برآوره برای مردم افغانستان پیش نکنه، هیچ جوابی برای مردم افغانستان نداره. شما ببینین گپی استاد، یک بخش ما میخوام یک قسم روشن بکنم برای بیننده ها که تشویش ما و تشویش مردم افغانستان ایست که پروسه طالب و طالب سازی در افغانستان ختم شده. امروز پاکستانی ها میخواه، اما قسمی که در گذشته ها ما تجربه شده داریم، این پروسه را ختم بکنن، یک تعدادی را از گوشه و کنار به نام ملا و طالب بیان شامل حکومت افغانستان بسازن، بقیه عساکری که مواد سوخته القاعده، طالب و داعش در دنیا امروز هستند، خصوصا برای امریکا کار میکنن، برای پاکستان کار میکنن را. آقای نیازی، اگر بس داعش بانم کنار، حالا بس به نام گروهی به نام طالب وجود داره، گفته میشه که قرار است با اونا مصالحه شوه، ما میخوایم مشخصا به پرسشی که از شما داشتم بپردازین که گروهی که هزاران فرد ملکی را کشته، مکاتب و آتش کشیده و خانواده های زیاد از آدرس اینا داغ دیدن، پاسخ حکومت وحدت ملی به مو خانواده ها پس از اینکه نارا در نظام سهم میتن چی خواهد شد؟ من بازم امرا تکرار میکنم چون بیننده ها میفهمن ما چی میگم. بله شما متوجه نشدین. من میخوام بگم که صلحی که رئیس جمهور بخواه به افغانستان بیاره بدون تفاهم، بدون از اینکه اجماع ملی بسازه، چرا در کشوری که 40 سال جنگ شده بدون اجماع ملی صلح به این سهولت و آسانی توسط یک فرد در پشت درهای بسته ولو رئیس جمهور افغانستان باشه نمیاد. و چیزی که اجماع ملی هم شکل نگرفته با شما، باید شکل بگیره، به هیچ وجه شکل نگرفته. اجماع ملی همین را میگن، اجماع ملی وقتی صورت میگیره که با وارثین شهدا تفاهم صورت بگیره که مردم افغانستان هستن. وارثین شهدا کیست؟ وارثین شهدا مردم افغانستان است. با یا تفاهم شوه که آیا
ما در برابر این ای چیزهایی که به طالب میتیم و در برابر این چیزهایی که از طالب میگیریم و اطمینان هم داریم که دیگر مواد سوختی که به نام طالب است اینها در افغانستان باقی نمیمانند به نام دیگری. شما میخواین چنین یک سالی را که روان مردم افغانستان و روح مردم افغانستان آرام شود. در غیر از او هر قدر تلاش رئیس جمهور افغانستان برای صلح در افغانستان بکنه خیانتی برای مردم است که اونها در افغانستان توسط طالب کشته شدند. اما حالا خوشبینی های خیلی زیاد وجود داره که این گفتگوها نتیجه خواهد داد. بحث پای چین در این میان و ای که تا زمانی که چین باور نداشت که تلاش ها نتیجه به تیجگاه به مسائل سیاسی افغانستان دخالت نداشت، حالا چین به این باور رسیده که میتونه میانجیگری خوب بکنه و مطمئنا این تلاش ها نتیجه خواهد داد. یک باور اکثریت کارشناس هاست که من شخصا در گفتگوهای سیاسی با اونا بوده. ببینین برای من مهم نیست که کارشناس ها چه میگن، برای من این مهم است که کله ما به چی کار میکنه. باور من به عنوان یک شهروند افغانستان و آنچه که در این کشور تولد شدیم که جنگ بوده سرم سفید شد و جنگ است، باوری ما ایست که اگر رئیس جمهور افغانستان، حکومت افغانستان، مردم افغانستان مکانیزم فوق‌العاده برای صلح دوامدار در افغانستان به وجود نیارند، کل دنیا جمع شود، ایران، پاکستان، هند، چین و امریکا جمع شوند که برای ما صلح بیارن، نمیتونند. وقتی ما میتونیم این صلح دوامدار برای مردم افغانستان بیاریم و بعد از صلح شاهد جنگ نباشیم که افغانستان سری پای خود بیسته برای صلح قانی شود که صلح دیگه یک ضرورت است، که هنوز او قناعت توسط مردم افغانستان توسط حکومت افغانستان برای مردم افغانستان فراهم نشد. بسیار تشکر آقای نیازی. آقای دکتر، میخوایم این پرسش از شما هم دریافت بکنم که حالا گروه به نام طالبان در گذشته در برابر حکومت گذشته افغانستان در برابر حکومت وحدت ملی هم می جنگند. اینا هزاران فرد در جنگ ها اینا کشته شده، در عملات انتحاری که اینا انجام دادن هزاران فرد ملکی کشته شده، خانواده های خیلی زیاد از آرس اینا درد و رنج دیدن. اولی که پس از اینکه اگر فرض بکنیم این تلاش ها نتیجه بده و گروه به نام طالبان در بدنه نظام حکومت وحدت ملی سهم بگیرن، واقعا پاسخ حکومت وحدت ملی به خانواده هایی که از این آدرس درد دیدن چی خواهد بود؟ در کنار از او همین گروهی که در بدنه نظام میان سهم میگیرن، مسئله امنیت اینا چی خواهد شد؟ مردم از آدرس اینا به شدت درد دیدن و ممکن هر حادثه اتفاق بفته. اولا من فکر میکنم که اگر صلح هم صورت بگیره جنگ در افغانستان ختم نمیشه، یعنی هدف که ما از صلح تعقیب میکنیم به او هدف دست پیدا نمیکنیم. پاکستانی ها یک مجموعه از طالبان را وارد ساختار سیاست و قدرت در افغانستان خواهد کرد، بخش دیگه ایش با عنوان طالب مبارزه خود ادامه خواهد داد، بخش دیگه ایش هم که به گفته آمریکایی ها بخش جوانی نیروهای طالبان جذب داعش میشه و در واقع افغانستان از چند محور زیر فشار قرار میگیره. اما مسئله اساسی اینجاست که هنوز هم مشرف اعلام میکنه که ما 13 سال گذشته جنگ نیابتی را در افغانستان پیش بردیم. این نشان میده که نگاه پاکستان به تحولات افغانستان یک نگاه استراتژیک هست، مثل ما نیست که دوچار روزمرگی و سطح انگاری باشیم. بنابراین من فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان هم در برابر خانواده شهدای افغانستان که در راستای جهاد و مقاومت به منظور پاسداری از کیان و هویتی این جغرافیای سیاسی جان خود از دست دادن مسئولیت داره، و هم به باور ما در بدنه دولت وحدت ملی حلقه های از جریان جهاد مقاومت قرار داره که به باور ما برای جمهور افغانستان اجازه نخواهد داد که از خط قرمز ها عبور کنه. این مردم افغانستان به نمایندگی از اونا در واقع، یعنی چون اونا نماینده شهروندان افغانستان هستن، پس به ترتیب یک نوع گسست در دولت وحدت ملی شکل میگیره. دولتی که با گسست همراه شوه من فکر میکنم که او نمیتونه اصولا اهداف ملی و منافع ملی را تامین و پاسداری بکنه. بنابراین امیدواری است که خرد سیاسی غلبه پیدا بکنه بر روانهای احساسی و حماسی و رهبران دولت وحدت ملی به گونه مطالبات مردم افغانستان مطمئن نظر قرار بده. در غیر صورت من فکر میکنم که دستیابی افغانستان به صلح دشوار هست و تنها هزینه ازیره از دست رفتن استقلال سیاسی افغانستان ما میتونیم تعبیر و تفسیر بکنیم. بسیار تشکر. آخرین جمله از شما آقای نیازی بفرمایید. برای اینکه این تلاش ها نتیجه بده و مردم افغانستان هم نتیجه مطلوب به دست بیارن، باید چی بکنه حکومت وحدت ملی؟ حکومت وحدت ملی صادقانه پیش بره و صادقانه گام برداره، با تفاهم گام برداره، آجندایی را که برای
صلح در افغانستان دارن برای مردم افغانستان پیشکش بکنن، آنچه که برای طرف مقابل میخوان بتن در یک روشنایی باشه و طرف مردم افغانستان هم بدانن که آیا وقتی که ما طالب میگیم همه طالب ها میان به صلح میپیوندند یا او طالب هایی که هم از طالب باج میگیرن و هم از حکومت افغانستان و هم از امریکا، اگر نه قرار باشه که یک تعداد طالب های باجگیر بیان به حکومت افغانستان شریک شوند و با وقیه طالب برون اونجا در یک لباس دیگه جنگ ادامه بدن که امریکایی ها شدیدن علاقمند چنین موضوعی هستند، صلح به جای نمیرسه و مردم افغانستان متاسفانه باری جنگ به دوش میداشته باشه. بسیار تشکر، با سپاس از آقایان عبدالولی نیازی عضو مجلس نمایندگان و دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه، ممنون که تشریف آوردید. همچنان سپاس از شما که تا حالا بیننده آخر خط بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. بسیار تشکر.